من در لحظه ای هستم که نه دیروزی بوده و نه فردایی هست، نه زمانی نه فضایی. همه چیزهایی که می دانیم و نمی دانیم در آن نقطه بسیار کوچک بی نهایت فشرده شده. همه چیز را فراموش کنید تا نظاره‌گر لحظه شروع جهان باشیم. در 13.8 میلیارد سال پیش، بیگ بنگ. جهان در حدود 1,001,000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 ,
داره. جهانی که در این زمان بسیار داغ بود و اولین اتم‌ها هنوز شکل نگرفته بودند. رفته رفته کیهان بزرگ و خنک‌تر می‌شد و این باعث شکل‌گیری اتم‌ها و اجزای جهان ما شد. گرانش باعث متراکم شدن ابرهای کیهانی شد و بعد از 400 میلیون سال اولین ستاره‌ها در دل این گازها متولد شدند. در ادامه کهکشان‌ها به وجود آمدند و مثل یک خانواده ستاره‌ها را در کنار هم جمع کردند. طی چند میلیارد سال منظومه شمسی در کهکشان راه شیری متولد شد و زمین به وجود آمد تا آغازی بر حیات من و شما باشه. نظریه بیگ بنگ از کجا شروع شد؟ سال 1922 الکساندر فریدمن کیهانشناس روس معادلاتی را که بعدها به عنوان معادلات فریدمن شناخته شد ارائه کرد که از مطالعات معادله نسبیت انیشتین به دست آمده بود. محاسبات فریدمن نشان می‌داد جهان در حال انبساط است، اما هیچ کس نمی‌توانست باور کند که واقعاً جهان در حال انبساط باشد. چند سال بعد ادوین هابل که در رصدخانه ای در آمریکا مشغول تحقیق بر روی کهکشان ها بود، به مهمترین یافته نجومی قرن بیستم دست یافت. او مشاهده کرد که کهکشان ها با سرعت خیلی زیاد در حال دور شدن از زمین هستند. کشفی که پس از آن باعث شد آلبرت انیشتین ثابت کیهانشناسی را بزرگترین اشتباه خود بنامد. در همین لحظه که شما این ویدیو رو تماشا می کنید، جهان با سرعت خیلی زیاد در حال بزرگتر شدنه. در واقع جهان ما مثل بادکنکیه که وقتی اونو باد می کنیم، نقشای روی سطحش از هم دورتر می شن. چطور از کشف انبساط به بیگ بنگ رسیدیم؟ فرض کنید ما بتونیم کیهانو مثل یک فیلم به عقب برگردانیم. میبینیم که تمام کهکشان‌ها به هم نزدیک میشن و در انتها به یک نقطه میرسن که اون نقطه بیگ بنگه. اخترشناس بلژیکی به نام جورج لومتر که به طور مستقل موفق شده بود به همون نتایج فریدمن دست پیدا کنه، این ایده رو برای اولین بار مطرح کرد. چطور فهمیدیم کهکشان‌ها از هم دور میشن؟ اخترشناسان برای فهمیدن این موضوع از اثر دوپلر استفاده کردند. دقت کردین زمانی که یک ماشین از دور میاد صداش بمتره و وقتی نزدیک میشه صداش زیرتر میشه؟ به این پدیده اثر دوپلر میگن، چون طول موج صوت وقتی نزدیک میشه کوچیکتر و وقتی دور میشه بلندتر میشه. اگه چشمای ما به رنگ حساس تر بود، وقتی ماشین به ما نزدیک میشد اونو کمی آبی و وقتی از ما دور میشد اونو قرمزتر میدیدیم. اخترشناسا کشف کردند که کهکشان‌های دور قرمزن، مثل اینکه با یک عینک قرمز به اونها نگاه می‌کنیم و رنگ واقعیشون رو به ما نشون نمیدن. پس احتمالاً در حال دور شدن هستن که ما اونا رو به این شکل می‌بینیم. اما با مطرح شدن این نظریه جدید، خیلی از دانشمندان با اون مخالفت کردند. خیلی ها مخالف این ایده بودن که جهان از یک نقطه در فضا و زمان شروع شده و یک نقطه آغازین داره. اونا معتقد بودن جورج لومتر یک کشیشه و این مفهوم از دیدگاه‌های مذهبی خودش به کیهانشناسی وارد کرده. بیشتر این دانشمندا به نظریه جهان ایستا معتقد بودند.
اما رفته رفته با مشاهدات بیشتر نظریه بیگ بنگ یا همون مه بانگ تقویت شد و امروز مورد پذیرش اکثریت قرار داره. بیگ بنگ از کجا اومده؟ سال 1949 فرد هویل که یکی از مخالفین نظریه تازه مه بانگ بود در یک برنامه رادیویی برای مسخره کردن طرفدارای این نظریه گفته بود اونا فکر میکنن جهان از یک انفجار بزرگ یا بیگ بنگ درست شده. اما این عبارت که برای طعنه زدن گفته شده بود از نظر بقیه قشنگ اومد و شد اسم این نظریه. هنوز سوالات بسیاری در مورد لحظات آغازین جهان مطرحه، اما همچنان هیچ نظریه بهتری از مه بانگ توضیحی برای به وجود آمدن جهانی که ما میشناسیم نداره. این کشفیات تغییرات عمده‌ای در درک ما از هستی به وجود آورد که باعث شد ما بزرگتر و عمیق‌تر به هستی فکر کنیم.